همیهنان عزیز، خانواده های شهیدان و زندانیان سیاسی، در 27 سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی، یاد آن زنان و مردان دلیر را که مظاهر تابان ایستادگی در برابر فاشیسم دینی اند گرامی می داریم. در سال 1367 خمینی دشخیم بعد از پذیرش آتش بس فتوای قتل عام گروه گروه زندانیان مجاهد و مبارز را صادر کرد، چرا که آن قهرمانان حاضر نشدند در برابر دیکتاتوری دینی تسلیم شوند، ایستادند و حماسه بزرگی در تاریخ ایران خلق کردند. امروز مردم جهان با دیدن تصاویر جنایات گروه داعش از صفاکیت ارتجاع مذهبی برانگیخته می شوند. اما 3 دهه پیش این خمینی دشخیم بود که با کشتار 1,000,000 جوانان ایران و با صدور احکام جنون آسای خود اساس این بربریت را بنا کرد. در آن زمان خامنه‌ای ولی فقیه کنونی رئیس جمهور رژیم بود و درباره این قتل عام علنا می گفت ما اعدام می کنیم و با این مسئله شوخی نمی کنیم. در همان زمان آخوند روحانی رئیس جمهور کنونی رژیم، معاون جانشین فرمانده کل قوا، یعنی یکی از گردانندگان بالای حکومت بود. این بخشی از واقعیت قتل عام زندانیان سیاسی است که هر دو جناح رژیم در ارتکاب آن مشارکت داشتند. در 27 سال گذشته دفاع از این نسل کشی از معیارهای وفاداری به ولایت فقیه بوده است، به نحوی که این کشتار بخشی از هویت و تاریخچه همه باندهای درونی حکومت از اصلاح طلبان قلابی و سبزهای درون رژیم تا مدعیان اعتدال است. اما بخش دیگر این واقعیت این است که آن خونهای پاک هرگز نه از دامن این رژیم پاک خواهد شد و نه از خاطره تاریخی مردم ایران محو می شود. و بخش دیگری از این واقعیت سکوت غیر قابل توجیه دولت‌های مماشاتگر غرب و ملل متحد است که باید پاسخگویان باشد. امروز مادران و خانواده‌های گرامی شهیدان از حضور بر مزار بینام و نشان فرزندانشان منع می شوند. آخوندهای حاکم به هر کاری دست می زنند تا آثار این جنایت عظیم را محو کنند. حتی مزارهای بینام و نشان قتل عام شدگان را از بین می برند تا هیچ ردی از آن جنایت باقی نگذارند. اما محال است این واقعه بزرگ را از تاریخ ایران محو کنند، زیرا که همین خونهای پاک است که مرز میان تاریخ گذشته و تاریخ آینده و مرز میان استبداد و آزادی را ترسیم کرده است. جوشش آن خونها همچنان موجودیت حکومت آخوندها را تهدید می کند و الهام بخش مبارزه و قیام جوانان ایران برای واژگونی کاخ ستم و بیداد است و خاوران و هر خاکی که پیکر آن لاله های سرخ فام را در خود جای داده زیارتگاه مردم ایران است و خواهد بود. آری، آنان شاهدان مقدسی هستند که پیروزی آزادی را نوید می دهند. همچنین در سالگرد حماسه میهنی و عقیدتی فروغ جاویدان به جاودان فروغ های درود می فرستیم که رزمشان کابوس همیشگی سرنگونی رژیم ولایت فقیه است. شهیدان والا مقامی که بزرگترین حماسه تاریخ مقاومت را خلق کردند و نشان دادند که تا کجا می توان مرزهای جسارت و فداکاری را برای پیروزی آزادی در نوردید. مجاهدانی که در لحظه‌ای که باید بر سر قرار آزادی حاضر شدند و
به رژیم آخوندی نه گفتند. رژیم لطفقی هر قدر که به شکنجه و اعدام و اختناق در ایران و تروریسم و جنگ در منطقه رو بیاورد، محال است از بحران سرنگونی خلاص شود، زیرا دریای خون رشیدترین فرزندان مجاهد و مبارز ایران این رژیم را به نحو بازگشت ناپذیری متزلزل و نامشروع کرده است. در سالهای اخیر خامنه ای به خاطر زهر اتمی بارها تلاش کرد نیروی رزمنده ضد رژیم یعنی مجاهدان اشرفی را از سر راه خود بردارد و خطر سرنگونی را از خود دور کند، اما پایداری مجاهدان آزادی و آماده باش سیاسی اشرف نشان ها و حامیان این مقاومت طرح و برنامه رژیم ولایت فقیه را برای تکرار نسل کشی خمینی زهر خورده به شکست کشانید. این شکست یکی از عوامل مهم بحران و بن‌بستی است که امروز تمامیت رژیم را احاطه کرده است. آری، این تعهد بزرگ مقاومت ایران است که قطره قطره خونهای مجاهدان و مبارزان قتل عام شده را به نیروی آزادی و پیروزی ایران مبدل کند و آرمان آنها را به پیروزی برساند. در آن روز قهرمانان قتل عام 67 از منیره رجوی که تنها به خاطر خواهر مسعود بودن به دار آویخته شد، تا هزاران هزار مجاهد قهرمان که در حالی که نام مسعود را فریاد می زدند جان بر سر آرمان خود گذاشتند، و تمامی 120 هزار جاودان فروغ آزادی در امواج پر عظمت جنبش مردم ایران و ارتش آزادی ستانشان دوباره برخواهند خواست و بر تاریخ ارتجاع و ستم و بیداد نقطه پایان خواهند گذاشت. همچنان که مسعود در پیام اخیر خود گفت، مردم ایران به چیزی کمتر از سرنگونی رژیم ولایت فقیه و استقرار آزادی و حاکمیت مردم رضایت نمی دهند. جنگ آزادی بخش و سرنگونی خلافت ارتجایی، انتخابات آزاد و تدوین قانون اساسی جمهوری جدید در مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی حق مسلم مردم ایران است. سلام بر شهیدان قتل عام شده، سلام بر آزادی، درود بر مردم ایران.